توی این ویدیو میخوام درباره کار پیدا کردن، حقوقی که دارن تو ترکیه میدن و شرط کاری که تو ترکیه هستش صحبت بکنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید که به این صحبت ها گوش بدید. دوستای ولم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویوشو خوش اومدید. با آقا میاد هستیم مجدد و میخوایم درباره کار پیدا کردن توی ترکیه، کار کردن، حقوق دادن و این سری مسائلی که توی ترکیه باش مواجهیم صحبت بکنیم که به چه صورت. سلام دوستای گلش، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستای گلش دوستای گل ما هم هستن. لایک و کامنتیاتون نره، ما هم اولش هی ویدیو یوتیوبی داریم میبینیم، همین لایک و کامنت لایک و کامنت دعای خیرتونه. خب خیلی خوش اومدید. ما میخوایم در مورد این کار پیدا کردن توی ترکیه که دو دسته هستن صحبت بکنیم، یعنی دو تا جامعه کار بریم. یه دونش جامعه کاری ایرانی ها، یه دونش ترکا و خارجی ها. در مورد اینا صحبت بکنیم که چه جوریه. حالا من استارتش میزنم بعد میام با شما صحبت بکنیم. توی کار پیدا کردن توی ترکیه به این صورته که شما باید هر چیزی از قبل توی ایران یا خارج از ترکیه داشتید و کلا پاک بکنید، ببوسید، بذارید کنار و اینجا از صفر مجدد شروع بکنید. من یعنی که کارهای خیلی خفنی داشته باشید، دعوت به همکاری بشید، اون موقع نه، قضیهتون فرق داره. ولی مثلا اگه فیلم بردار هستید، تدوینگر هستید، توی ایران یه سری کارهای خفنی انجام دادید، فکر نکنید با اون نمونه کارا میتونید بیاید اینجا کار بگیرید. اومدید اینجا میگن که تو اینجا چه کاری انجام دادید. من خودم اومدم اینجا با یه سری از شرکت‌ها، حتی با قیمت‌های خیلی پایین چندین ماه کار کردم، با یه سری افراد حتی رایگان رفتم واسهشون تیزر زدم که کارمو بشناسونن و بگم آقا کار من اینه. بعد اینجوری کارو شروع کردم. ولی یه سری از دوستان بلند میشن از ایران به امید این که اینجا کار پیدا بکنن، خونه‌شون رو می‌فروشن، ماشینشون رو می‌فروشن، میان ترکیه و تازه دنبال کار می‌گردن، بدون اینکه زبان بلد باشن، بدون اینکه اطلاعات اینجا رو داشته باشن. فقط این تبلیغات‌های پیج‌های اینستاگرامی که میگن فلان جا فلان شرکت معتبر یک نیرو برای فلان بخشش نیاز داره، با اون امید بلند میشن میان اینجا. در مورد اینا صحبت بکنیم که حقیقت پشت سرش چیه و میخوام بیان چجوری بیان. حالا من یه بخششو گفتم، اون چیزایی که شما هم میدونید بگید، ادامهشو بریم. خب خسته نباشید و خیلی ممنون از صحبت شما. و این کار پیدا کردن خب خیلی مهمه و خب هر کسی هم که، یعنی شما وقتی خارج از کشور کلا مهاجرت میکنی و این مهاجرت کردن با توجه به این که خب این سوشال مدیا و چیزا، حالا یه سری از مسائل مشکلات پیدا شده، حجم مهاجرت هم زیاد شده. خب ممکنه مثلا حتی در ماهای بعدی با اتفاقاتی که حالا داره در اطراف ایران میفته و این هم این اخباری که میاد زیادتر هم بشه. درست. و ممکنه حتی جنگ بیفته، هر اتفاق ممکنه بیفته. لذا اینکه یکی از جایی که ایرانی ها میتونن بیان ترکیه است. ترکیه دوبه که حالا ما در کار پیدا کردن چیزایی که میگیم تقریبا بین المللیه، یعنی اینا رو توی آمریکا برین، توی کانادا برین، توی هر جا برین بهتر. یعنی این چیزی، این روندی که بهتون میگیم یکیه، یعنی توی آمریکاش، توی کاناداش، توی ترکیه، توی اروپا، همه جا یکیه این رونده و روندش خیلی فرق نمیکنه. اما توی ترکیه روند کار پیدا کردن نسبت به آمریکا و اینا خیلی راحت تره. در مورد این مثلا دیروز ما داشتیم با یکی از دوستام صحبت میکردم که رفته بود کانادا، ایشون مثلا جوشکار بود، رفته بود اونجا، بهش گفته بودم بعد بری مثلا آزمون کار بده، آزمون فلان بده، یه سری مثلا سرتیفیکیت بگیری. ولی توی ترکیه فقط اون استاکاره مثلا بشناستتون دیگه تمومه. اما اول من میگم بتازیم به جامعه کاری خارجی، یعنی ترکی، که چطوری بیان، بعدش بچسبیم به ایرانی ها، چون ایرانی ها حاشیه‌شون زیاده. ترک ها رو سریع فکر کنم بتونیم جمع. آره دقیقا. وقتی که از خارج از کشور میایم، ما چون که شرکت هامون گلوبالیسم نیستن، یعنی شرکت های ایرانی اینطوری نیستن که همه جا بشناسنشون، همه جا شعبه داشته باشن. مثلا اینجا مدو، سیمیت سرای، کوتون، ال سی واکی که مال مثلا چیزه، ولی ماوید، اینا چیزایی هستن که همه جای دنیا شعبه دارن. اکسپرسو لب مال ترکیه از الان داره با چیز استارباکس، به قول اون دوستامون ستارباکس، داره رقابت میکنه.
یعنی اینا چیزایی که دارن با همه رقابت میکنن، ولی ما توی کشورمون نداریم. یعنی شما مثلا اومده بودن یا آقای اومده بود میگه ما هولدینگ گل رنگ کار کرده بودن، کسی نمیشناسه. اصلا چی حالا گل رنگ تو ایران خیلی بزرگه ولی کسی نمیشناستش. یعنی تو ایران مشکل این که گلوبالیست نیست، وصل نیست، بعد خارجی ها نیستن، خارجی ها نمیان، خارجی ها نمیان. ما فکر میکنیم همیشه مثلا خودمون آقا دخن دو زرده کردیم و فلان و همه جا برامون، نه اینطوری نیست. شما وقتی که خارج از میایین اینجا تمام اعتبارتون صفر میشه به عنوان یه شخصی. فکر کنین من اینو گفتم مثلا فکر کنم ویدیو آره انگار 30 سالی که اینجا متولد شدی، شما اومدین اینجا یه جامعه دیگه و یه فیلم برداری یه ادیتوری، خب به فیلم بردار ادیتوری که 30 سال اینجاست و 100 تا دوست داره میشناسنش. من چند روز پیش یه پادکست داشتم گوش میدادم، دوستان توی آمریکا بودن شرکت داشتن، حالا اسم پادکست رو بیارم؟ نه اوکی. پادکست خیلی باحال بود، طرف میگه آقا سی ای او یعنی سرمایه گذار میاد یه سی او میذاره. سی او کیه؟ معمولا رفیق بیکار سرمایه گذار تو آمریکا. خب شما فکر کن مثلا تو آمریکا هم یه همچین چیزی هست. حالا میخواین مثلا توی ترکیه که اینقدر فامیل بازی باشه، نباشه. خب 100% هست. پس شما باید یک سری کار داشته باشید که توی ترکیه ندیده باشن. مثلا توی ترکیه رستوران ایرانی بزنی مشتری میاد. چرا میاد؟ بخاطر اینکه خب رستوران ایرانی کمه. ولی هنر اونیه که شما رستوران ایرانی بزنی، غذاتو به ترکا بفروشی. این هنره، نه اینکه بشینی از مثلا از هموطن 10000 لیر مثلا یه میز پول بگیری. کاری نکردی. هنر اونیه که به ایرانی بزنی به اون کشور بفروشی. البته اینجا رستورانی هستن که دارن همین کارو میکنن، به عربا دارن میفروشن، به ایتالیا دارن میفروشن. اونا رو یه ویدیو ازشون هست بگیرید نشون بدید. و این مهمه و وگرنه چیز دیگه مهم نیست. پس شما وقتی که اینجا میایین چند تا مولتی تاسک بیاین، اکثر کارهایی که بلدی رو بهش اضافه تر کن. زبان خیلی مهمه، مخصوصا زبان. نه اینکه مثلا یه دونه از این چیزا می آوردم و گفتم آقا ما بلدیم، یه کتاب می آوردم و گفت ناسیل سیل فلان، نه. زبان آره، زبان تخصصی کارت. مثلا این نور، ما به این نورا میگیم پارافلش. خب شما نمیتونی بیای اینجا مثلا یه چیزی بگی که مثلا ندونی، یا مثلا میگن لد، اینو شما نمیتونی بری پیدا. زبان تخصصی خودت خیلی مهمه. وقتی که اومدی اینجا میتونی راحت جا بیفتی. حالا یه میانبرم بهتون میگیم حتما که چطوری راحت تر کار بکنی. پس اینطوری باش، رزومه که مینویسین نیاین 100 تا قلمبه سلمبه کلمات قلمبه سلمبه بنویسید که مثلا مدیریت فلان بمان آقا چند تا مثلا بنویس از این سال تا این سال اینجا کار کردم، اینجا کار کردم. و اینم نمونه کارامه، با نمونه، با سند، با مدرک حرف بزنی. و هر جا که میخواین کار بکنیم برای هر شرکتی، شما اصول و آداب مثلا کار گرفتن رو بلد بشین. مثلا ننویسین سلام چطورین یا خوبیم یا مثلا اومدیم کار بکنیم فلان، نه. برید درباره اون شرکت تحقیق کنید، پیشینشون رو بخونید، چیزایی که ندارن رو بگین آقا شما اینا رو ندارین، من برای اینا ایده دارم. فکر نکنید مثلا تخم تو زرده کردین ایده هاتون رو دارین میدین، نه، شما دارین میرین کار بگیرین. برای اینکه کار بگیرین باید خودتون رو نشون بدین. حالا تو بخش ایرانی میگیم که مثلا چی کار بکن، چون اونا رو ایرانی ها رو ما هم زبونمون هم میفهمیم. اما با خارجی ها که میخواین کار بکنی، شما میخواین کار بگیریم، پس برای همین بهشون ایده بدین، بهشون کار بدین. اینجا اگر شما کار بدی ایده بدی، میفهمن که شما یه چیزی پس بلدی، پس میفهمن که میتونن باهاتون کار بکنن. و برای اینکه اون ایده رو راه بندازن به شما یه جایی میدن و شما میتونی کار بکنی. این از این قسمت که خارجی ها رو کار بکنی. حالا من در مورد خارجی ها این بخشش کامل بگیم پس حالا که شروع کردیم. ببینید شما وقتی با خارجی کار میکنید واسهتون میتونن اجازه کار بگیرن. اجازه کار منوط به شرایطیه که آقا میاد گفتن شما باید یه تخصصی داشته باشید که یه ترک نداشته باشه. یعنی فقط زبان فارسی بودن مزیت واسهتون نمیشه، شما باید ترکی بلد باشید و اون کاری که دارید، مهارتی که دارید در موردش حرف میزنید، انقدر باید خوب باشید که هیچ ترکی نتونه اون کارو انجام بده. کلمه انگلیسی هم زبانی نیست که فکر کنین من انگلیسیم پرفکته، من پرفکتم. یا بعضیا میان هموطنای ما فکر میکنن مثلا ترکا انگلیسی بلد نیست.
نه آقا جون، ترک ها انگلیسی بلدن، اونایی که انگلیسی بلدن همشون کار دارن، شما وقت نمی کنی که اونا رو ببینی، شما ترک های علاف رو میبینی که خب انگلیسی بلد نیستن، در اون سطح بلد نیستن، ولی فکر کنی انگلیسی بلدی هیچ کاری نکردی، زبان ترکی یاد بگیرین، چینی یاد بگیرین، چیزهای مختلف. دقیقا. حالا با شرکت های ترک کار میکنید، یه سری مزایا داره، حقوقتون رو سر موقع میگیرید، یه بیمه ای داره به نام سگکا که این سابقه واسهتون میشه و واسه اینکه درمان بشید اگه نیاز به درمان داشته باشید خدا نکرده، میتونید از مزایاش استفاده کنید، با خیلی جا قرارداد دارن. بعد چند سال، مثلا بعد 3 سال میتونید درخواست اقامت طولانی مدت بدی بعد اجازه کار، که معمولا بعد 5 سال تایید میشه. حالا تا اون 3 سال میتونید درخواستش رو ثبت بکنید، حالا اون روند پیگیریش مونده با اداره مهاجرت و وزارت کار و اینجور چیزا. اینو داره و یه چارچوبی داره که شما میدونید آقا تعطیلات ترکیه تعطیلید اگه با ترکا کار بکنید، اگه با خارجی کار کنید که نه، با کشوری که مقصده مثل ایران دیگه، ایران تعطیل باشه مثلا اینجا تعطیل نمیکنه، یا اینجا تعطیل باشه بازم تعطیل نمیکنه، میگه ایران بازه فلانه، مشتری داریم، مشتری میاد. حالا تو این قضایا هست، ولی با شرکت ترک کار کنید روزای تعطیلش مشخصه. روزای تعطیل ترک هم مثل ما ایرانی ها زیاده، مثلا یه 9 روز عید، دو تا عید هست، عید ماه رمضانه که وقتی که یه روز مونده به ماه مبارک رمضان تعطیل میشه، نزدیک به 7 روز 5 روز 3 روز تعطیل میشه، معمولا شنبه یه شنبه بین دو تا شنبه شنبه میفته که این خودش مثلا میشه یه 4-5 روز، اون تعطیل دو تا شنبه شنبه تعطیل میشه یه 9 روز، معمولا این اتفاق میفته. عید قدیر رو دارن که دوباره اونم همینطوریه، تعطیل میشه، عید قدیر میگم ببخشید، عید قربان رو دارن که تعطیل میشه، که عید قربان براشون مهمترین عیدشونه، لباس نو میپوشن، چیز میرن مثلا خرید، بعد اون موقع خیلی آف خورده، همه میان آف میزنن، اینو دارن دیگه. عید به اون صورت ندارن، ژانویه 1 روز تعطیلن و کارمندا اینجا ساعت کاریشون اینه که تقریبا 8.5 ساعت باید در روز کارمند کار بکنه، یعنی صبح ساعت 8.5 بیاد تا ساعت 5.5، حالا این میشه ممکنه صبح ساعت 9 بیاد تا ساعت 6، ساعت 10 بیاد تا ساعت 7، تا ساعت این تایمش تغییر میکنه و هر کارمندی با 1 روز در ماه تعطیلی داره. مثلا شما میتونی 1 سال بری سر کار، اون 1 روز تعطیلات رو استفاده نکنی و در آخر سال 12 روز بهش میگن تعطیلات سالانه داری. آره یل ایزنی که میتونی اینا رو جمع بکنی، 1 جا ازش استفاده کنی. قوانین تقریبا اداره کاریشون تقریبا شبیه ایرانه، تقریبا شبیه ایرانه و زیاد تفاوتی نداره، اما اینجا خب قوانین کاریشون اینه که روی حقوقتون، وقتی که میرین سر کار حقوق پایه 17.5 که 17.5 یعنی برای یه آدمی که چیز باشه صفر صفر باشه، فقط بتونه مثلا ظرف بشوره، ظرفا رو بذاره تو این دستگاه چیز، یا مثلا یه جا رو تمیز کنه، زبان بلد نباشه و هیچ کاری نتونه بکنه، برای این آدم 17.500 که به این 17.500 هزینه رفت و آمدش حساب میشه، که خب اینا حساب میکنن، معمولا یه کارتایی هست بهش میگن آبونلیک که ماوی کارته، برای شما میگیرن اون کارت شما رو چارجش میکنن که 1700 میره، 30 تا میتونی ببخشید میگم 30 تا 180 بار میتونی از مترو اینا استفاده بکنی، یا این 1800 رو به شما پول میدن، یعنی به حقوق 17500 لیره شما 1800 لیر یه همچین چیزی اضافه میشه، پول رفت آمد بشکن. یول پاراسی یه دونه دیگه هست به نام یمک پاراسی که تقریبا 3700 لیره، اینو توی کارت میریزن یا به شما پول میدن که شما میتونی مثلا حالا غذا بری از بیرون بخری، میتونی بری مایحتاج خونت رو بخری باش هر روز غذا درست بکنی، یه پولی هم هست بعض وقتا پاترون ها اون رو از سوحال میدن، سیگار پاراسیه که مثلا میگه آقا مثلا ما اینو به شما میدیم برو شما مثلا حال کن. بعدش دیگه پریم و اینا که میاد اونا اضافه
حقوق و اینا حساب میشه که اگر در مدتی که داری کار میکنی بیشتر کار میکنی، توی تعطیلات کار میکنی و حالا شیفت داری کار میکنی، به شما به اصطلاح میگن پریم میدیم. یا اگر فروش دارین میکنین، مثلا فروش میکنین 10%، 11%، 20%، شروع میشه به پریم میدادن، یه سودی بهتون میدن، پریم میدن. من بهشون بگم مثلا کجا برن دنبال کار بگردن، نمیخوام ویدیو طولانی بشه، سر همین یه سری سایت ها رو به صورت لیست میذاریم واسهتون. همین اینجا کجا بذارم جا نداریم وایسا، اینجا میذارم واسهتون. خب این سایت ها رو میتونید، حالا پایین هم واسهتون مینویسم که میتونید کلیک بکنید به داخلش، از اونجا ثبت نامتون رو انجام بدید. و یک سی وی تور، سی وی میشه رزومه، یه رزومه واسه خودتون ایجاد بکنید که واسه سی وی هم چند تا سایت بهتون معرفی میکنم، میخوام حالا تا این ویدیو زیاد نشه اینا رو اسماشون رو میبرم، که یه دونش لینکدینه، یه دونش هم سایت کانوا. تو این دوتا میتونید یه سری سی وی درست کنید، ولی لینکدین خیلی گزینه مناسبی واسه همه کشورها به دردتون میخوره، پس اینو حتما جدی بگیرید، برید آموزشش ببینید تو یوتیوب و اونو کامل پر بکنید و آپدیتش هم بکنید هر سری. اینا رو میفرستید واسه کارفرما، نظرشون میپرسید، اگه اوکی بودن واسه مصاحبه دعوت میکنن، چه آنلاین چه حضوری. اگه قبول شدید باشون کار میکنید و حالا اگه چالش ما ایزین واسهتون بگیرن، که خیلی به نفعتونه، که واسه چالش ما ایزین گرفتن باید از اقامتتون، کارت اقامتتون 6 ماه اعتبارش مونده باشه. حالا بعضی جا مثلا میگن کمتر هم باشه، میشه اوکی کرد، شاید بشه شاید نشه، حالا من تو این قضیه قول نمیدم، ولی خب باید 6 ماه اعتبار داشته باشه اون کیملیکتون، قانونا رسما همینه. حالا شاید اتفاقی مثلا واسه کسی اوکی بشه. کلا با ترک کار کردن خوبه، یه سری این آپشن ها داره، با خارجی کار کردن یه سری مشکلات داره که الان بخش ایرانی میخوام بگیم، خارجی هم یه مقداری نزدیک به اون میشه، البته خیلی بهتره، نظمشون بیشتره و بیشتر شرکتاشون دارن اصولی کار میکنن، ولی لابلاشون هستن شرکت هایی که از راه شیطنت میخوان از کارمند سوء استفاده بکنن، اینا هم هستی همه جا دنیا هست. حالا تو این بحث خارجی ها، کسایی که تو مشاغل هستن مدیریتی و عکاسی و دیجیتال مارکتینگ و محتوا نویسی و اینا، به لینکدین مراجعه بکنن. افراد دیگه هم که صنعتی هستن، توی ترکیه جای هست به نام صنایع، اکثر مناطق اون محله‌های صنایع رو دارن، شرکای صنعتی. آفرین، شما تو شرکای صنعتی برید، جوشکاری، حالا مثلا لوله کشی، نجاری یا هر شغل دیگه که توش اوستا هستین، به مغازه‌هاشون مراجعه بکنید، برید باهاشون صحبت کنید، زبون هم نمیدونید، به حالا مترجم اینا، بالاخره وقتی که فنی صحبت بکنید توی فنی هیچ تفاوتی نداره. من دوستانی داشتم که اومدن اینجا دنبال قطعه گشتن، رفتن توی این صنایع اصلا دوست شدن و خیلی راحت با ترنسلیت و اینا به هم منظورشون رسوندن، چون بحث تخصصی و فنی میشه عبارت‌ها تقریبا یه جور در میاد و شما رفتین اونجا، خب ازتون کار میگیرن، تست میگیرن، میگن آقا نمونه بزن، کارتون خوب باشه باهاتون کار میکنن، اولش کم میدن ولی بعدها میرین جلو. کسایی که تو کار لباس و پوشاک اینا باشن، خب مرتر زیتون برنو، اینجا میتونید برید به مغازهاشون سر بزنید، فروشندگی از این کار رو انجام بدید. کسایی هم که حالا تو کار تولید مدیا باشن، اونجا میتونید برید هی بگین ما عکاسی مکس میگیریم، ما عکاسی مکس میگیریم. کسی که کار مدیا انجام بده تو خیابون هم میتونه کار بکنه، هرچند یه سری خطراتی هست، بگیرن دیپورت میکنه و این کارا ممنوعه، عکاسی از توریست و کارهایی که تو خیابون باشه، ولی خب یه سری کارا رو میتونید انجام بدید. آره اینا، این به این صورت. حالا بریم روی جامعه ایرانی. جامعه خارجی گفتیم، جامعه خارجی رو تقریبا کامل گفتیم، چیزی فکر نکنم مونده باشه، اگه مونده باشه توی کامنت ها بپرسید، حتما واسه یه ویدیو دیگه ضبط میکنیم و کامل توی اون ادامه این موضوع رو توضیح میدیم. ولی تا جایی که مهم بود این چیزاست که رعایت بکنید ضرر نمیکنید و خیلی راحت کار پیدا میکنید. و اینم بگم که داخل پرانتز، الان مثل گذشته نیستش که چمدونتون رو جمع کنید پاشید بیاید ترکیه اینجا دنبال کار بگردید، نه، اولش یه آنالیز بکنید شرایطو، ببینید واقعا کار پیدا میتونید بکنید، نگید میام اینجا این همه پست شغلی خالی هستش پیام بدم، یکیش بالاخره اوکی میشه. من خودم شخصا تست کردم، واسه تست کردم تو همین سایت career.net، سایت نمیدونم ایشکور، همه این سایت ها رو، یکی از بهترین سایت، همه این سایت ها رو پیام دادم، یه دونه فقط سایت ایندید ازش راضی بودم، به همهشون پیام دادم، هیچ کسی به من زنگ نزد یا پیام نداد که مثلا بیا واسه کار. روزی 100 تا میفرستادم، نمیدونم کدومشون جواب میده. میخواستم این ویدیو رو تولید بکنم،
خودم یه اطلاعات کامل داشته باشم، تجربه داشته باشم، حرف بزنم در موردش. ولی سایت ایندید من چند تا رزومه فرستادم، سی وی فرستادم، بهم زنگ زدن. همه هم کارفرما ترک بودن، ولی خب با هیچ کدوم نشد کار بکنیم بخاطر شرایط کاریشون. اونم یه خوردهشون زرنگ دوز در میبردن. همین 17 تا رو می‌خواستم بدن، 10 تا کار می‌خواستم بکشم فیلمبرداری. آره ولی در کل یه چیزی که از شاه اینجا ببین، مثلا وقتی که شما مثلا می‌زنی سابقه نداشته باشی اینجا، خب سخت کار گیر میاد. بعد اول سابقه داشته باشی. با سابقه نبودم اون چیزا. آره اون چیزا بزنی، مثلا سابقه تو ترکیه بزنی بگیره، خب اسمای شرکت های ترک رو بنویسی، این مثلا خیلی مثلا کمک میکنه. من خودم مثلا تو این چند ساله که کار کردم تا یک سال دو سال اول اصلا کاری نتونستم پیدا کنم. تازه من اینجا دوستای خیلی زیادی داشتم، از اروپا داشتم، اینا منو میشناختن. تو استانبول به من گفت آقا این کار به من مثلا کار میدن. تقریبا یه سال دو سال طول کشید تا من استانبول جام مثلا اوکی شد اومدم. من مجبور شدم برم یه شهر کوچیک‌تر، مثلا اینقدر استانبول سخت بود و حالا مشکلات دیگه داشت و واقعا کار به همین راحتیت پیش نمیاد. و کاری که من پیدا کردم از آشناها پیدا کردم، یعنی از یک نتورک. واسه همین اگر خارجی میخواید بیایید اینجا کار پیدا کنید، در هر جایی از دنیا به نظر من با نتورک دانشجویی برید. چون وقتی که شما به عنوان دانشجو در هر رشته وارد اون دانشگاه اون کشور میشید، ناخودآگاه اساتید، دانشجوها، افرادی پیدا میکنید که با شما توی مسیرن، تو اون رشته دارن کسب علم میکنن، تو اون رشته دارن کار میکنن و تو اون رشته کار براتون پیدا میشه. یعنی برید با دانشجو حرف بزنید، کار بکنید، درستون هم بخونید، ناخودآگاه میرید. چون وقتی که وارد میشین میایید توی کشور خارجی، ناخودآگاه چون آدمایی که کار داشته باشن مثل ایشون، مثلا ایشون وقت نمیکنه سرشو بخارونه اینور اونور، ساعت مثلا یه ساعتی آخر دیگه همه کارا تموم شده باشه، آقا یه ویدیو هم بگیریم برای یوتیوب، چون زندگی ها سخت شده، باید بیشتر کار بکنی، همه چی گرونه. لذا شما باید توی اون جامعه هدفت ورود کنی. برای ورود به جامعه هدف دانشگاه است. دانشگاه 10 تا استاد داره که استادا حداقل 4 تا نتورک میشناسن، تعامل برقرار میکنی. اگر آدم درونگرایی هستی اصلا مهاجرت نکن، اصلا مهاجرت نکن، چون مهاجرت نیاز داره به صبر، تحمل. و یه آدم برونگرا به 10 نفر سلام میکنی، شاید جواب سلامت ندن، یک نفرشون جواب سلامت بده. اینا رو باید در نظر بگیر. تو کارم همین، خیلی پررو باشید، یعنی اصلا واقعا نمیتونی کار بکنی و اعتماد به نفست تو ببری بالا و کار بکنی اصلا نت. چون ببینید ما خارجیم، خب وقتی کار میشه کارفرما، ما نمیفهمیم زبون اینا رو. کارفرما اینجا آدمو داد میزنن، صحبت میکنن، میگم که ناپدین مثلا، شاید تو بهت بر بخوره، بد بگن، شاید منظور نداشته باشه، شاید مسخره میکنن مثلا. خب شوخی های اینا مثلا طوری باشه که تو مثلا نخندی بهشون، یا مثلا بهت بر بخوره، شوخی میکنن سر کار، چیز میشه. اینا رو باید حواست باشه، ممکن اعصابت خورد بشه. شاید واقعا نجات پرستانه از رو هیچ چیزی نباشه، ولی بگی مثلا آخه غریبه، مثلا اینجا بی کس و کاره. این شاید برای یه نفر که حالا از ایران اومده، مثلا تو ایران کسی نمیتونسته بهش بگه بالا چش لبرو، خیلی سخت باشه. اینا رو باید در نظر بگیریم. حالا بریم رو جامعه ایرانی. جامعه ایرانی، درباره جامعه ایرانی ماشاءالله انقدر بحثا زیاده که فکر کنم این قسمت ویدیو طولانی بشه. اول از همه بهشون بگیم برن یه آب بخورن و نه اون خودشون استوب میکنن، میرن نگاه میکنن شما آبشو میبینید، لایک بزنید بعد بریم آب. آره اینجا یه لایک کنید تا اینجا اگه دوست داشتید. هی هم نزنید روش لایک برداشته میشه. یه بار گذاشتین دیگه بر نذارید. دقیقاً یه بار بذارید. تا اینجا هم اگه سوالی هم چیزی داشتید اون پایین تو کامنت ها بنویسید. لطفا یه کامنت هم بنویسید واقعا. دوستان میان نگاه میکنن چی نمینویسن و آخرش میبینن سوالا رو میان توی دایرکت میپرسن. دعای خیرت بپرسید. جوابتون میدیم. دعای خیرش. درباره جامعه ایرانی که ماشاءالله خیلی میتونم بگم که جامعه خیلی عجیب غریبی داریم، یعنی 99% از شرکت ها از 100% حساب بکنید اینجا مشکل دارن. همه جای دنیا هم اینطوری ها، همه جای دنیا شرکت ایرانی کلا مشکل دارن. من اینجوری بگم 1%شون درست کار میکنن، اون 1% هم تو مجموع کل حساب کنید کلا میشه مثلا چند تا شرکت، اون یه میونه زیر 50 تا میونه کلمه. چون داشتیم درباره این صحبت میکردیم قبل از این ویدیو، یکی از دوستامون هم یه مشکلی داشت با یه استادی. اون 1%
انقدر استاندارد کارشون جلو میره که آدمای فوق العاده موفق میشن. مثل آقای کی؟ مثل آقای منصوری. مثل آقای بیژن. نه دیگه اینا مثلا چیزن دیگه. اوکی، مثلا اینا بیزینساشون میره بالا. واقعا اگر ایرانیایی که اومدن اینجا، متاسفانه ایرانیایی که اومدن اینجا و کار را میندازن، خیلیاشون، یه عده‌شون که با هیچی میخوان به همه چیز برسن، یه عده‌شون هم یه پولی آوردن که فقط پول حروم کنن. یعنی من جز این چیزی ندیدم. اما برای کار کردن برای اول زندگیتون، چون مجبور آدم، یعنی یه جایی شاید زبان واقعا آدم مجبوره، زبان بلد نیستی، اینجا هستی، یا مثلا یه وقتایی موقعیت کار طوریه که خب حالا کنار خونمون اوکیه دیگه، نمیشه کارش کرد دیگه. بعضی وقتا آدم باید تم بده. ولی خب حالا ما بهتون میگیم، یه آنالیزی میکنیم از اینا، نحوه کارتون، نحوه چیزتون، نحوه مصاحبه که چطوری برید. و اگرم یه موقعی مثلا یکی دو جا رفتین سر کار، یه سری رفتارا دیدین، ناراحت نشین، بدونین که اینا این شکلی هن. هر لحظه ممکنه شما به مشکل بخوری، پس دنبال یه کار بهتر باشید، برید توی جامعه ترکا. اول از هر چیزی اینو بهتون بگم، توی هر شرکتی میرید فرم پر میکنید، اطلاعات کاملتون رو، همه چیتون رو، مثلا کیمدیکتون رو اینا ندید بهشون، اصلا دلیلی نداره. مثلا طرف میگه کپی پاسپورتتو بیار، کپی کیمدیکتو بیار. اگه قراره واسهتون چالشمو ایزین بگیره، حق داره همچین چیزی رو بگیره. اگه نه، همچین حقی نداره. یا بعضی شرکت‌ها بودن، یه شرکت توریستی بود، بهم میگفت پاسپورتتو بیار بذار اینجا. حالا یکی از دوستام بود، حالا من منظوری به اون بنده خدا ندارم، حالا نیتش بد نبود، ولی خب کلا بهم خیلی برخورد این قضیه. پاسپورتم ارزشش بالای 500,000 لیره. یعنی من چه کاری قراره اونجا انجام بدم که چقدر مگه پول قرار دست من باشه که من این پاسپورتم دست تو گیر باشه؟ حالا میونه کلم شما، بعضی از شرکت ها، خب که توریستی داریم میگی، چون این اتفاق افتاده، شرکت های توریستی یا شرکت های صرافی به دلیل اینکه حالا پول میذارن، فلان میذارن، بما میذارن، یه جورایی مثلا میگن مدرک داشته باشیم. که این امر، الان چند سال مال قبل بود، که این امر الان چند سال برداشته شده. شرکت هایی که پولی در اختیار شما میذارن، مثلا چی؟ صرافی، این بانک میمونه، شما میشین اونجا روزانه صدها هزار لیر در اختیار شما میذارن، از شما یه سفته میگیرن، اونم به خاطر اون مبلغی که در اختیار شما میذارن. اونها هم هیچی از شما نمیگیرن. درست، اون آره، ولی خب طرف ببین، نکنید طرف با دوربین خودش قرار عکاسی بکنه، استهلاکش پای خودشه، تجهیزات مال خودشه، اون وسط تو روز مثلا چقدر میخواد پول داره، پول این تجهیزاتش قرار در بیاره؟ نه، یعنی خیلی درصد ناچیزیه. از سابکار شما پاسپورتش هم بگیرید، وقتی که داری با دوربین خودت میری، وقتی که داری با تجهیزات خودت میری، شما اگه دوربینت بخوره زمین، طرف بهت پول نده، اون چی کار بکنی؟ پس پاسپورت کلا اون طرف رو بگیری، بگی آقا این پاسپورت پیش من بمونه تا من برم کارو بگیرم. اینو چرا دارم اول ویدیو دارم میگم، اول این بخش دارم میگم؟ به خاطر اینکه یه شرکتی بودش که مدارک دوستانو کپی میگیره به عنوان اینکه من واسه شما ویزا میگیرم، شما رو میفرستم فلان کشور، اینجوری میکنم، اونجوری میکنم. بعد با اطلاعات این دوستان رفته واسه دفترش، واسه شرکتش اینترنت گرفته بود و اینترنت به اسم اون شخص استفاده ثبت شده بود. استفاده از مدارک هویتی شخصی که تازه از اونجا اخراجم شده. سر همین نباید مدارکتون دست هر کسی دو دست تقدیم بکنید. اگه کوچیکترین خطایی هم پیش اومد، اصلا نترسید، برید شکایت کنید، وکیل پدرشو در میاره. و یه چیزی هم درباره این مطلب بگم که اگر به نام شما خطی چیزی باز شده و امضای شما نیست، این کار غیرقانونیه. شما راحت میتونید بگید آقا من امضا نکردم، گزارش خط شناسی فلان ببرید. و اصلا هم مثل ایران نیست که ترس و واهمه داشته باشید، خیلی قشنگ ببرید، ابطالش میکنن و هیچ اتفاقی براتون نمیفته. از پلیس نترسید. و اینکه تو جامعه ایرانی چون چالش مویزی واسهتون نمیگیرن، هیچ قراردادی اعتبار نداره، چه ترکیش باشه، چه فارسی باشه، چه عربی باشه، چه انگلیسی باشه، هر چی واسه خودشونه، شرکت آمریکایی باشه، ایرانی باشه. اینش واقعا هم این شکلیه. بذارید من اینو بگم بعد بریم سراغ اون. و اینکه هیچ شکایتی نمیتونه رو اون طبق اون انجام بده، چون طرف واسه شما نه اجازه کار گرفته، نه قانونی دارید اونجا کار میکنید. تازه شکایت بکنه ازتون، خودش مقصره و باید جریمه پرداخت بکنه.
نگران اون قضیه نباشید و اگه شبه شما قول و وعده این که چالش ما ایزی میگیره داده باشه، شما تازه میتونید ازش مدعی بشی و شکایت بکنید. یعنی اینو خیالتون راحت باشه. بفهم. در خصوص کار که میکنید، شرکت ها وقتی که با شما میخوان قرارداد ببندن، ببین همین حرفی که زد درسته، وقتی که اجازه کاری نباشه شما نمیتونی کار کنی. وقتی هم که یه جا کار میکنی اگر فاکتوری نزنه برای ترکا، یعنی به ترکا خدمات نده، شهرداری بیاد یا هر کی بیاد یا فلان بشه، چون شما به ترکی خدمات نمیدید و فاکتور رسمی برای ترک صادر نمیشه، نمیتونن مثلا دیپورتتون کنن یا از این موارد شامل حالتون نمیشه و به شما میگه بیا آقا اینجا کار بکنیم، بعد میگه من قرارداد مینویسم، فلان مینویسم، بمان مینویسم، همش بدونید رو آبه. چون اصلا شما بری ترکیه بگی من قرارداد دارم و اینه و اینه و اینه و دولت ترکیه میگه آقا این اصلا رسمی نیست که، یعنی انگار شما مثلا دوتا دوستین با همدیگه یه چیزی نوشتین، یعنی اصلا توی دادگاه اینا به مشکل میخوری. هر جا رفتین سر کار قشنگ خیلی شفاف صحبتتون رو بکنین، یه جایی هم مینویسین همینطوری بنویسین، چون آدم هم فراموشکارن، حقوقتون هم بگین آقا ماه به ماه سر ماه به ماه بده. اگر مثلا 5 روز گذشت 4 روز گذشت دیدین طرف چیز نیست، اصلا نرین سر کار، بگین آقا حقوقم رو ندیدین، پول ندارم بیام تا اونجا. اینم بگم یه سری از دوستان، حالا یه شرکته بود که احساس میکنه خیلی زرنگه، میبرد قراردادا رو نوتر میکرد. تازه ببین یه کار خلاف داره انجام میده، خلافش رو پوشش میداد با نوتر، مثلا میخواست قانونی بکنه. خب مگه میشه آقا من دارم مواد میفروشم، خب بیام برم بغل پلیس بهت مواد بفروشم، قانونی میشه؟ نه. خب پلیس هم داره با من خلاف میکنه، اصلا چرت این قضیه. حواستون به این قضیه باشه. یه این مورد که این داستانا هستش، بحث قرارداد پس خیلی مهم نباشه واسهتون، خط نشونم کشیدن دو تام سلام از طرف من بهشون برسونید، بگید که به هر کاری دوست دارید بکنید، نگران واقعا نباشید بابت این قضیه. حالا توی جامعه ایرانی با این شرایط چه از نظر کارفرما، من خودم کارفرما میخوام کار بدم، خب سخته به کی اعتماد کنم، چون نه دستم جایی بنده نه چیزی. آقا شما بیا فردا کار بکن، اومدی یه لپتاپ از شرکت من برشته بردی، این موضوع هست. خب از اون طرفم کارمند، آقا من روی چه حسابی خب بیام اینجا کار بکنم که فردا حقوقمو بدی؟ بریم سراغ این که چطوری یه شرکت درست حسابی رو قشنگ بفهمیم که کجا اون چطور باید به ما اعتماد کنه و ما چطور باید به اون اعتماد کنیم. درست. چون این مدلی سخت میشه، نمیشه واقعا. آره. کار کرد واقعا نمیشه اعتماد کردن تو استانبول خیلی هم دیگه اعتماد میکنم. من خودم هر شرکتی میخوام باش کار بکنم یک ماهو در نظر میگیرم، مثلا من هزینه های زندگیم یه جور چیز میخوام، میگم آقا یکی دو ماه میذارم کنار، این پول سیو من، از این خرج میکنم تا زمانی که از این شرکت حقوق بگیرم. بعد یک ماه در نظر میگیرم اون شرکت چجوری کار میکنه، کارشو آنالیز میکنم، پول دادنشو آنالیز میکنم، آدمهایی که اونجا هستن و از قبل بودن آنالیز میکنم، چجوری حقوق میگرفتن، همه اینا رو جمع‌بندی میکنم، میگم آقا اون شرکت به درد کار کردن میخوره یا نه، باید میسم کار میکنم. کارفرما به همین صورت یک ماه بود کار میکنه، ببینه چی کار میکنی، یعنی حواسش بهت هست، شاید مثلا بی خیال باشه نیاد بالا سر چیزی بده، ولی دورا دورا نگات میکنه ببینه چی کار داری میکنی، کارا داری انجام میدی انجام نمیدی، مثلا یه شیطنتی داری میکنی یا نه. بعد دو نفر بغلش حواسش بهت هست، یعنی فکر نکن کارمندی که اونجا نشستن بی خیال، یه نفر اومد دیگه، نه اونم حواسشون بهتون هست، چون اگه به کار ضربه بزنی به اونم ضربه زدی، اونا هم بیکار میشن. به خاطر همگی با هم سعی میکنن یه کارمند یه همکار خوبی کنار خودشون قرار بدن که با هم کار پیش ببرن. حالا این وسط آدمهای مریضی هم پیدا میشه که مردم آزاری میکنن، میترسن شما جایشونو بگیرید. متاسفانه توی بین ایرانی ها جا افتاده و اینو با قاطعیت دارم میگم، واقعا جا افتاده. تو درس کارآفرینی به ما یاد دادن که میگن آقا یاد بگیر مدیرتو هل بده بالا، برو جای مدیرت، بعد کارمند هم تو رو نگاه میکنه اینجوری، مثلا تو رو هل میده بالا، بعد همینجوری زنجیره وار همدیگه رو هل میدید بالا. ولی تو ایران برعکسه، این درسی که ما خوندیم ما واقعا برعکسش رو جامعه میبینیم، همه همدیگه رو پاشون میگه میکوبن زمین میرن صندلیش میشینن. خب این هیچ نتیجه نداره، دو روز دیگه نفر دیگه میتول میده. دقیقاً یک چیزی هست که تو اینجا وقتی که اومدین کار کردین ممکنه آدمایی رو ببینید
که خب مثلا طرف دوست فلانی نشسته مدیر شده، خب یا فلانی نشسته، اولا به این چیزها انقدر حواستون رو گرم نکنید. به نظر من این خال زنکیه، ممکنه یه سابکاری هست، یک کسی هست که شرکت داره، خیلی آدم پول داریه، دوستشه، حال میکنه مثلا اینجا بشینه، بهش انقدرم پول بده، شاید دو برابر شما هم بهش حقوق بده و کاری نکنه، ولی شما نمیتونی، اون فکر اون آدم، خواسته اون آدم، شما فقط میتونی با کارت، با تلاشت به اون بدونید. و اینو بدونید که ما یه جامعه هستیم که اینجا تکیم، اگر ما سعی نکنیم که پشت هم باشیم، اگر سعی نکنیم یه همدلی ایجاد بکنیم توی کار، بیزینس هم میخوره زمین. ما اینو همیشه حساب نمیکنیم، کسی هم که اینجا بیزینس ران کرده اونم مهاجره شایان، اونم هر لحظه ممکنه بترسه سرمایهشو ببره خونه بگیره مثلا بشینه یا بذاره تو بانک سودشو بخوره. خب ولی این که مثلا بیزینس ران انداخته، واقعا باید بهش جای تبریک گفت، دست چند نفر میگیره، واقعا باید بهش جای تبریک گفت. و کاش که اکثر این بیزینسمنای ایرانی واقعا خوب رفتار میکردن، چون واقعا اینجا میشه به جایی رسید. مثلا اکسپرسو لب با 3-4 میلیون دلار راه انداخت، الان 150 تا شعبه داره و هر شعبه 3-4 میلیون دلار شده. خب یه ایرانی چرا این کارو نکرد؟ حالا به اون یه بحث دیگه است. اما توی کار کردن، موقعی که وارد میشین، اولا یه چند تا نکته رو همیشه در نظر داشته باشید. صحبت شایان رو کلن بزنید سر لوحه کارتون، که به جای یک ماه به نظر من 3 ماه همیشه بدونید، برای 3 ماه هزینه داشته باشید، چون تو 1 ماه نمیشه درآوردی شرکت واقعا تشجیع میشه. همیشه 3 ماه رو صحبتش که گفت فکر کنید. اما اینجا بیاین موقع که وارد کار میشین، اول اون شرکت تبلیغش رو نگاه کنید. حالا من اگه فکر کنم زمان ویدیو تبلیغ. آره میره بالا، وگرنه اون من خودم یه ویدیو حالا میذارم کل اون شرکت ها رو نشون میدم با اسم و نام و همه چیشون، حالا شاید اسمشون رو چیز بکنن. ببینید شرکت ها اگر تبلیغ درست حسابی ندارن، بعضیشون که نه لینکدین دارن نه سوشیال میدیا دارن، یه دونه اینستاگرام شکسته دارن، دست پا شکسته، یه سری چیزایی گذاشتن، اون شرکت چی داره؟ بعضی از شرکت ها نمیان خودشون رو معرفی کنن که آقا ما شرکت فلان فلانیم، فلان جاییم، به خاطر حالا مسائل حقوقیشون فلانه، اونا تا لحظه مصاحبه نمیگن. ولی یه شرکتی هست نوشته فلان چیز، یعنی یک کارمند دیجیتال، آره فلان چیزو میگه، نه نوشته یک کارمند دیجیتال مارکتینگ در شرکتی معتبر فلان فلان فلان، اسم شرکت ننوشته. بعد واتساپ رو که باز میکنی اسم شرکت میاد، مشخصات شرکت میاد. خب وقتی که اینا یک مثلا چیزی ندارن، مثلا اینا دنبال دیجیتال مارکتینگ هست، خب اوکی مثلا حالا اینو میتونم قبول بکنم، آره، ولی یعنی شما مثلا هیچ چیزی نداری، یعنی بیزینس رو انداختی، اسم شرکتت رو نمیزنی پای چیزه، اینا رو بهشون شک بکنی. وقتی که رفتین تو مصاحبه، به شما فرم استخدام میدن که توی ترکیه میدن. اصلا فرم استخدام یه روشه، یه سیستمه برای خودش. وقتی که فرم استخدام میدن، این فرم استخدام چقدر، خیلی از فرم استخدام اینجا من دیدم آبکیه، اصلا نسبت به اون کاری که شما میخواییم بکنین سوالات خوبی نپرسیدن. خب هیچ. بعد خیلی از اینا به شما میگن CV بفرستین. CV که فرستادین، اصولش اینه که من الان به ردبول فرستادم، ایمیلاش هست، به خیلی جاها فرستادم، حتی منو نمیخوان یه ایمیل تشکر میفرستن که آقا ما CV، نه اینکه بفرستی بنویسم با تشکر از ارسال شما، نه، بفرستی CV رو میخونن میگن آقای میعاد عزیز، با توجه به رزومه شما، ولی ما به دلیل این نمیتونیم شما رو استخدام بکنیم، یا متاسفانه ما نمیتونیم شما رو در کنار تیممون داشته باشیم، با ما در تماس باشین. این کمترین کاریه که شرکت ها میتونن بکنن. احترام میذاره راست. احترامه. این احترام به خودشونه. ببینید یک نفر که بیزینس باز میکنه، یعنی انگار بچه‌شو چیز کرده، به دنیا آورده. بچه‌تونو که به دنیا می آوردی، نمیزنین تو سرش ولش کنین تنگ خیابون بگی آقا چیز شو. خب این بچه عرازل به بار میاد. شما میان چیکار میکنین؟ برای بچه بهترین کالا رو میخرین، بهترین معلمو میگیرین، بهترین فلان چیزو میگیرین، میبرینش بهترین خونه. همین بیزینس همینطوره. وقتی که طرف میبینین احترامی نمیذاره، مثلا من یه جا رفتم طرف نشسته و اینطوری میکنم، خب شما به نظر شما کجا میتونی کار بکنی؟ کجا؟ تو شرکت من کجا میتونی؟
آقا من تی میزنم، سی وی من جلوته، یه ساعت با من حرف زدی به من میگی کجا میتونی کار بکنی، خب من جا تو میتونم کار بکنم، چه حرفیه. یه شرکتی هم بود من خودم داشت کار میکردم، حالا اون بنده خدا کار نداشتم ولی یه نفری توشون داشت خیلی بهم برخورد این حرفش، اینجوری میکرد تو از وقتی اومدی اینجا مثلا من استخدام شدم آره چیزی به مجموعه اضافه نکن، من میگه قرار چیز اضافه کنم، من اومدم کار انجام بدم، به من گفته این کارا این شهر وظایف من دارم اون رو انجام میدم و قرار راهو این چی میگن کار پیش ببرم، قرار نیست اونجا مختره باشم یا یه چیز جدید واسه نوآوری بکنم، نوآوری میخوام مشکل هزینه شده انجام بدم. نه اصلا کار شما نیست. ببین پوزیشنی که شما استخدام میشین، اگر فروشه باید فروش کنی، اگر نمیدونم دیجیتال مارکتینگ باید دیجیتال مارکتینگ کنی، اگر مشاوره باید بهشون مشاوره بدی بیاری، ولی این که طرف نمیدونه شایان چه برآوردی داره، این یک بیزنسمن احمقه. اینا باعث میشن که بخورن زمین. چرا؟ بخواهد اینکه من الان میدونم شایان چه پتانسیلی داره، چه آدمیه، روانشناسیش باید بکنم. یه بیزینسمن فقط کارش این نیست که پول داشته باشه بگه خب اینو بذارین اونجا اونو بذارین، نه، یه بیزینسمن یعنی این که کارمنداشو بشناسه، یعنی این که بدون پتانسیلشون چیه، یعنی این که بدون به عنوان یه لیدر باید چطوری رفتار بکنه و به خواسته هاش برسونه. اگر یه جا رفتین سر کار، مخصوصا اونایی که تو فروشن یا مخصوصا اونایی که مثلا جای دیگه کار میکنن، بهتون گفتن مشتری بیاری، این فاجعه است. اونی که میگه درصدی بهتون پول میدم، یعنی پول ثابت نمیدم، شما بیاید بر اساس فروشتون بهتون درصد میدم، شما اومدید 6 ماه سنت رو بفروشید، نه اصلا مخصوصا تو بازار ملک اصلا. الان بازار ملک رسما خوابیده، چون اون کسایی که باید خونه میخریدن، اون کسایی که ثروت داشتن پول داشتن، چند سال پیش اومدن خریدار رو درو کردن رفتن و اون موقع ارزون بود، راحت سرمایه گذاری کردن. الان یه خورده شرایط سخت‌تره، خب خیلی کمتر فیلتر میشن آدمایی که دارن میان اینجا. خب اون بنده خدایی که داره کار فروش انجام میده چجور بفروشه؟ پس مجبوره چیکار کنه؟ کلاهبرداری کنه. یعنی چیکار میکنه؟ اون کارفرما داره کلاهبردار بار میاره به جامعه. دقیقاً. و اصلا ببین شما وقتی که به عنوان کارمند میری، اگر فروشنده بودی میفروختی، اصلا به اون آدم نیازی نداری. شما هر کدوم از شما که داری اینو میبینین، اگر کسی دارین که میخواد خونه بخری یا خونه بفروشه، بیاین به ما دایرکت بزنین، راهشو بهتون میگیم، برین کمیسیونتون رو بگیرین، خیلی راحت. کسی که بفروشه اصلا نیازی نداره به کارمند. من کارمند میگیرم که چی کار بکنم؟ که یک سری کارهامو برای هدفم راه بندازم. دقیقاً این برنامه نویسی میگن شما وقتی 10 تا اینتر میزنی باید اتوماسیون بشه. یعنی چی؟ یعنی این برنامه ها به ما کمک میکنن که این مسیری که ما میخواییم این کار رو انجام بدیم سریعتر انجام بشه. کارمند دقیقا همینه. کارمند فروش باید بهش نقشه فروش بدن. نقشه فروش کی میده؟ مدیر فروش. مدیر فروش از کی میگیره؟ از اون رئیسش میگیره. پس اینکه شما بیان درصد کار کنین فلان کار بکنین، این یه بازی احمقانه است راه میندازن. چون که میخوان چیکار بکنم؟ میخوان میگن آقا مثلا یه نفری بود گفت من درصدی کار میکنم، گارسونم درصد، اون درصد، گارسون انقدر در میاره، اونقدر در میاره. نه عزیزان، همه اینا رو بذارین کنار. اینا کارهاییه که تکنیکایی که تو فروش هرمی میگفتن، یه کاری که تو فروش هرمی میگفتن. شما کارمند داریم میای و وقتی که یک بیزینسمن اینو نفهمه و بخواد، یا نمیفهمه یا مثلا خودش زده به نفهمی و میخواد شما از شما کار مجانی بکشه، این احمقانه است. چون اگر بیزینسمنی که قبلا فروخته، خب پس پول داره، نمیتونه الان حقوق کارمندش رو ساپورت بکنه، این یه جای کارش میلنگه. وقتی هم که شما فروختین، اون فروش شما رو هم میخوره، چون الان نمیتونه شما رو تامین بکنه. این خیلی مهمه. و گول اینو نخورین که من پول تبلیغات میدم، اینو خریدم اونو خریدم، یا آفیس زدیم، آفیس زدن توی ترکیه، راه اندازی آفیس، همه اینا فوق‌العاده راحته، فوق‌العاده راحته. انقدر راحت شما میتونین یه آفیس بزنین، کار بزنین، میز صندلی بذارید توش که براتون نگم. دقیقاً. حالا اینم بهتون بگم داخل پرانتز، حالا بریم سراغ چیزهای دیگه که توضیحات دیگر بدم بهتون. خیلی تبلیغات اینستاگرام میبینیم که همونجوری که اشاره کردم، میگه شرکت فلان، یه شرکت معتبر فلان. بعضی شرکت ها بنا به کارشون ممکنه اسمشون نزنن، مثلا بازارهای مالی. خب شاید نخواد آقا شرکتش بگه آقا تو ترکیه است،
آنلاین داره خدمات میده و نمیخواد آدرسش رو بده، حالا بنا به دلایل میگه اونو خودشون میدونن، با اون کار ندارم. ولی دیگه شرکت املاک دیگه بابا دلیل نداره که اسمش نذاره. یه شرکتی بودش که شرکت تبلیغاتی بود، من دو سال تبلیغاتش پشت سرم داشتم میدیدم، حتی صدام هم در اومد، چند تا ویدیو دیگه هم صحبت کردم، دیگه با فوش به یارو پیام دادم آقا من سی وی دارم هر سال میفرستم، تو چرا نگاه نمیکنی؟ یا شرکت مشکل داره یا اصلا یه موردی دارید شما که همش داری تبلیغات میذارید. و اصلا بهم برخورد که میخواستم ویدیو بگیرم تخریبش کنم و واقعا میخواستم عمرشو ببرم، خیلی بهم برخورد این قضیه. که حالا رفتم با شرکت صحبت کردم، شرکتی جوری بود کارش که هر سری نفر عوض میکرد، اصلا نمیتونست با یه نفر ثابت کار کنه چون مشکل داشت، سیستمش مشکل داشت. و این اینجوری بود که از شما میگه، شما رو میکشید اونجا، ایدت رو میگرفت، تخلیت میکرد، انرژی رو از بین میبرد، مستهلک میشد، میگه برو نفر بعدی، برو نفر بعدی، هی اینجوری چیزی. این شرکت هایی که اینجوری تبلیغات دارن میزنن، یه شرکت مثلا آمریکایی هستش اینجا خیلی تبلیغ داره میذاره با فروش ویزا، اون کار ویزا انجام میشه، یه گلوبال هم تنگش هست مونده، حالا اسمشو نمیتونم ببرم بنا به دلایل حقوقی که ممکنه پیش بیاد، حالا ان شاءالله در آینده حتما اشاره میکنم بهش. مثلا این شرکت مشکل داره، کلا مشکل داره، یه استانبول رو زخمی کرده، هر کی رفته توش دو ماه یه ماه بیشتر نتونسته کار کنه، چون طرف روانیه، طرف مشکل داره، نمیدونه چی میخواد، یه شاخه باز کرده، یه شرکت باز کرده، زیر شاخش هزار تا موضوعه، مثلا چی میگن تارنگ کبوت همینجوری پخشه، نمیدونه چی کار میخواد بکنه، فقط یه شرکت باز کرده، از چند نفر پولو میگیره، پول شرکتش واسه چند سال تامین میشه، همونو میره جلو، مثلا به اسم فروش ویزا و این چیزا پولو میگیره، طرفم هنوزم نرفته. البته شایان جان این چیزا هستش، این آدما که شایان داره میگه این کارو از قصد میکنن که شما جونت به لبت برسه، خب بگی بذار آقا 15,000 تا بگیرم برم خدافظ، و یا انقدر محتاج به اون پوله باشی که هر کاری باید کرد قبول بکنی، 100 تا کارم بهت گفت قبول بکنی، چون واقعا بعضی وقتا انقدر شرط بعد پیش میره، اجاره خونه میمونه، اون میمونه، این میمونه، کردی کارتت میمونه، مجبوری میگی باش آقا ولش کن، میگی که داره پوله میده بذار بگیرم بدم فعلا اون چیز بشم، اینم هست، اینا این کارو میکنن. ولی دوستان وقتی که وارد یه شرکتی میشی مصاحبه، اولا شرکت های ایرانی من دیدم، من چند تاشون رو تو این چند وقتی که قرار با هم دیگه صحبت بکنیم برای همهشون سی وی فرستادم، حالا شاید منو میشناختن شاید نمیدونم هر چیزی بود، اولا زنگی نزدن یا اصلا تشکر نکردن که ما سی وی شما رو خوندیم با ما در تماس باشید. این احمقیه اینا رو نشون میده که 90%شون متاسفانه احمقن، چون وقتی که شما سی وی میدین من مثلا ما با هم دیگه این موضوع به نفعشون نه این موضوع به نفع دوستانه، آره به نفع دوستان خودمونه که میفرسه آقا میدونیم این شرکت مشکله، دقیقاً نمیریم باش کار کنیم یه ماه مو یه سه ماه مو، دقیقاً این اینا رو حتما تو ویدیو هم میگیم. ولی مثلا اگر شما بیزینسمن باشی، اگر یه شرکت اصولی باشه و HR و دپارتمان منابع انسانی داشته باشه، مثلا شایان اومد خیلی وقت پیش اومد با ما صحبت کرد فلان کرد توی مجموعه، بعد ما اوکی کردیم خب گذاشتیم، بعد ما گفتیم آقا این شایان بود اون پسره، اونو باش بگیم. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی که میری سی وی تو میفرستی پس یه همچین شخصی در استانبول وجود داره، اگر بیزینسمن باشه اونو میگیره میگه اینا رو برای من جمع بکنید، یه روز مثلا اینا رو زنگ بزنید، نتورکش رو میبره بالا، چون ما ایرانی که نداریم اینجا که مثلا تو ایران باشه من اینو قبول میکنم خب، ولی چیز نداریم که. بعد خیلی جالبه اینجا شرکت فشن منو دعوت میکرد، یه سری شرکت تکستیل اون اسمشون رو نمیارم بگم، نه آره نمیگم، و خیلی شرکت های کولی بودن کم ویدیو قبلی هم دو تا سوتی رفت، آره آره مستعجلم یکم بودن یادم میره. ولی مثلا این شرکت ها من بهشون سی وی فرستادم، اینا منو زنگ زدن گفتن آقا بیا، بعد گفتن تو چی کارو بلدی، گفتم خب سی وی ما خوندیم، گفتن آره ما لذت بردیم از سی وی تون خیلی هم خوشم میاد، ولی ما مثلا جایی نداریم، اما خیلی دوست داشتیم با شما کانکت بشیم، گفتیم باشه، کانکت شدن با من صحبت کردن،
بعد اینا دوبار من رو بردن رستوران، با نتورک من تو ایران آشنا شدن، گفتن آقا اگر حالا ما نمیتونیم توی بخش حالا مارکتینگ و اینا با شما فعلا در ارتباط باشیم، ولی توی این بخشا دلمون میخواد اگر شما میتونی به ما کمک کنی، و نتورک منو گرفتن. بعد من دیدم چقدر اینا زرنگن. حالا تقریبا 8 ماه بعدش دوباره اونا به من پیام دادن که آقا شما اونجا بود که به ما سی وی دادی، الان سی وی در چه مرحله ای؟ گفتم در این مرحله است. گفتن جای کار میکنی؟ گفتم فریلنس. گفتن خب پس تشریف بیار اینجا هم با ما یه کار فریلنس کن. یعنی یه بیزینسمن زرنگ، اینایی که ادعا میکنن تو شما بیزینس بیزینس بیزینس، شما که ادعا میکنین کف استانبول ریختین، اینا اگر زرنگ باشن اصلا دپارتمان منابع انسانی میذارن رو چشاشون، میذارن رو فرق سرشون، میرن منابع انسانیشون رو قوی میکنن، نه این مسخره بازیاشون. چون منابع انسانی ما اینجا چند تا ایرانی داریم؟ 500 هزار نفر. چند تاشون تو استانبولن؟ تقریبا 100 هزار نفر هم نمیشن. شما میری نتورک رو باز میکنی، این آدما رو میبینی. پس اگر بیزینسی اوکی باشه، اول میاد با شما یک تعاملی برقرار. دومین کاری که بیزینس ها میکنن اگر مجبور نباشه، یعنی شما رفتی یه بیزینسی صحبت کردی و اینا مثلا کارشون و همه چیزشون شفاف بود، خب با شما صحبت میکنن میگن آقا یه آنالیزی از پیج ما بده، نمیگن ایده بده، معمولا میگن مثلا یه آنالیزی بده. شما یه چند تا آنالیز میدی و بعد میگن اگر ببین مثلا تو بیزینس ها به این صورته کلا، ما حالا این چیزایی که دیدیم اینطوریه که میگن اگر مثلا یه بیزینسی ما داریم خودکار میفروشیم، خب اینا یه خودکار فروشی دارن، میگن اگر ما بخوایم این خودکار رو بفروشیم توی دیجیتال مارکتینگ به نظر شما چه ایده هایی خوبه؟ اینا برای چی میگن؟ برای اینکه با شما آشنا بشن. ولی نمیان بگن، خارجه نمیاد بگه آقا این پیج ما رو میبینی این فلانیه، عکسای ما چطوریه؟ خب شما میگه خوبه، اوکی، خب ما اگه بخوایم اینو بهترش کنیم، اینو بهترش بکنیم، ایده شما چیه فلان؟ این دزدی فکره. اصلا به اونا جواب ندیم، بگیم ببخش ما نمیتونیم جواب بدیم. ولی اگر اومدن مدل سازی کردن، گفتن اگر مثلا ما بخوایم شبیه این خودکار یا شبیه این مارکا بخوایم بفروشیم، شما چه ایده ای داری که اون مجیشین شما رو ببینن که الان انقدر تستای روانشناسی خوب شده، آره ذهنیت شما رو در بیارن و کار شما دستشون بیاد، به شما مدل سازی میدن، نه نمونه کار که آقا یه نمونه کار برای ما بفرست. این اصلا خیلی کار بدیه. حالا من هر شرکتی و میون کلمه بیزینسی که تاپ رنج نباشه، یعنی یه موقعی هست مکدونالد، شما میره استخدام مکدونالد، خب من مثلا رفته بودم دیگه، من 10 تا کار براشون زدم، یکیشو قبول کردن، استفاده هم کردن، پولش هم دادن، استخدام شدن، ولی 10 تا کار ببین اون مکدونالده، نه شرکتی که تازه. حالا مثلا توی همین قضیه ایده، مثلا یه شرکتی بود مثلا رفتم اونجا، بعد من میگه که چه ایده ای داری مثلا واسه ما فلان، ایده تو بگو. من چرا باید ایده بگم، ایده بدم بهت؟ من واقعا راست لهجه گفتم چرا، من واقعا چرا باید ایده ام بهتون بدم آقای کارفرمای دوست عزیز؟ حالا ما اینا رو داریم میگیم که شما استفاده بکنید، همه اینا تجربه است، همین درد ها، فکر نکنید انقدر راحت داریم بیان میکنیم گزینه راحتیه، هیچی نمیشه، ما بریم تست کنیم. بیاید اینجا هر کدوم از اینا کلی انرژیتون میگیره. حالا ما پوست گلافتیم همش رو رد کردیم. اصلا ایده دادن یه نوع مشاوره است شایان. شما الان مثلا یکی از ما مشاوره میخواد، ما ساعتی براش فاکتور میزنیم. مثلا شرکت های ترک میان میگن آقا ما کمپین داریم، فلان داریم، یه مشاوره اولیه میگیرن، مشاوره های بعدش مثل روانشناس ما براشون فاکتور میزنیم. مثلا کلا مشاوره هزینه داره. دقیقاً مشاوره هزینه داره. واسه اینجور چیزا که دوستان از من میام میپرسن، ببین من تو ویدیو قبلی هم گفتم، حتی هستش یه ویدیو گرفتیم با پریسا خانم، اونجا گفتم حتی ما وقت داریم میذاریم. ببین الان ساعت چنده؟ ما ساعت اینجا تقریبا 8 دیگه، ساعت 8 شبه. میتونستم این تایم تو راه خونه باشم، یه رسیده باشم خونه استراحت بکنم، ولی گفتم وایسم یه ویدیو ضبط بکنم. چرا؟ چون میخوام اطلاعات به دوستانی برسه که این ضررها رو نکنن. حالا شما میخوای به تخصصی فقط در مورد شما صحبت بشه، بگی آقا من شرایطم اینه اینه اینه، نظر بده که من بیام یا نه. خب من طبق تجربیاتی که دارم، طبق اطلاعاتی که دارم، طبق چیزایی که دارم میبینم اینجا، میام شما رو آنالیز میکنم، وقت میذارم واسه تون. خب این یه هزینه باید داشته باشه، چه تو کار شما چه تو کار من، تو هر کاری اون هزینه مشاوره قبلا هم تو ویدیو گفتیم باعث میشه که شما ضرر نکنید، باعث میشه که شما به جایی که مثلا بیاید
$200,000 هزینه بکنید، شاید مثلا با کمتر از مثلا 1,000 لیر 2,000 لیر جلوی اون ضرر $200,000 بکنید. که مثلا یکی از دوستان بود بهم پیام داده که تو زیتون برنو خونه میخواد بگیره، میخواد بده اقامت بگیره. مثلا گفتم داداش این زیتون برنو منطقه قرمزه. خب نه اونجا یه دونه خونه دارم خوشم اومد. گفتم اقامت نمیتونی بگیری. خب من دارم این مشاوره دارم میدم دیگه. حالا این یکی از آشناها بود، هزینه‌اش هم حالا پرداخت کرد، مشاوره گرفت، یه جای خوب بهش معرفی کرد، داداش برو اونجا بگیر. حالا قرار نیست با من چیز خاصی برسه، مثلا میگم او من با این یه دونه مشاوره من پولدار شدم، جمع کنم برم اروپا. نه، همچین چیزی پیش نمیاد. ولی مشاوره باعث میشه که شما رشد بکنید، شما از تجربه کسای دیگه استفاده بکنید، ضرری کمتری ببرید. با این گارد نداشته باشید. شما رو تو حساب میفرستی، طرف بلاک میکنه میره. دقیقاً دوستان ببینید، ما این ویدیوها رو که داریم میگیم، یک این که یک نتورکی درست کنیم، کانکشن درست کنیم، مارکتینگ صحبت میکنه، بعد خب اینا روش صرف میشه. من از سال 2014 اینجا هم یه ویدیو درباره مهاجرت نذاشتم، یه کاری نکردم، به خیلی هم کمک، ولی کلن نکردم. چرا نکردم؟ به خاطر اینکه میگفتم خب مثلا به من ربطی نداره، به من ربطی نداره. بعد دیدم کلی مثلا چیزای منفی از فلان هست، ما گفتم آقا این اطلاعاتمونو که به این نقطه رسیدیم با این حجم تجربه میان در اختیار دوستان میذاریم، اوکی. ولی یه وقتی که شما تخصصی تر وارد میشید، خب این یه وقت اضافه تری از ما میگیره. شما میتونید کامنت بنویسید، ما این کامنت ها رو مثلا میایم تو ویدیوها به صورت خلاصه جواب میدیم، ولی وقتی که میخواین وقت اضافه تری بگیرید، ما این وقت اضافه تر رو باید از چیمون بزنیم؟ از استراحتمون بزنیم، از تایم به قول معروف که حالا تو خونه خیلی راحت رو مبلمون لم بدیم، از ویدیو ببینیم، از تایم ایدیمون بزنیم، از تایم آرامشمون، از تایم صحبت کردن با خانواده‌مون. چون واقعا شما وقتی مهاجرت بکنی نمیتونی هر روز تو ساعتی که دلت میخواد زنگ بزنی به مامانت، به خواهرت بگی سلام چطوری، چون اونا پنجشنبه جمعه تعطیلن، شما پنجشنبه جمعه اینجا بازی، شنبه شنبه تعطیلی. ولی ما باید از این تایما بزنیم تا به شما مشاوره بدیم، و مشاورم واقعا درد آدم ها درد ما میشه. یعنی اینو در نظر بگیرید که اگر شما مثلا اومدید یه کار اقامتی خواستید یا یه کاری خواستید، تو اون کار خوردید به یه مشکلی یا به یه چیزی، در واقع این رزومه ایشونه، با مشاوره ایشون داریم میخوریم. پس انقدر ما استرس شما رو اون مشاوره میگیره، یعنی حالا نه ما، هر کسی استرس رو میگیره، مشاوره استرس رو میگیره. پس اگه یه مشاوره خیلی بیخیالم دیدید، زیاد بهش اطمینان نکنید. چون مثلا اگر من الان از شایان بپرسم آقا تحصیلی برای من کمکم کن، برو اصلا خودت، من به هزینه‌شو میدم، آقا شما برو برای من تحصیلی بگیر، اگر ایشون بخوره به بنبست، در واقع من درست پرونده من دستشونه، ولی خودش انگار خورده به بنبست. و حالا با چیزی که من اصلا آدم کلن استرسش میگه. چون من همینطوری بودم، برای یک دو نفرم رفتم مترجم پلیس بودم دیگه. آره دیگه، بعد مسئولیتش زیاد، بعد طرف به من میگه مثلا پاسپورت منو برسون دست خانوادم، یا یه حرکتی بکن، یا یکیشون میگه مثلا حساب من و خالی بشه، بعد خونه هم مثلا فروخته بشه. پدر من در منقب من استرس کشته بودم مثلا 1,000 لیر بالا پایین نشه، چیز نشه. اینا واقعا، و اون هزینه ایناست. یعنی اینو دریابید، درسته تو ایران مشاوره نمیخواید، ولی اینجا آبم که میخورید مشاوره بگیرید. من میونی کلمت این مترجم کجا بودی؟ یه بار دیگه به کجا ویدیو قبلی من نوشتم سازمان ملل. مترجم سازمان ملل، مترجم اداره پلیس بودم. خب اینو گفتم که بعدن کامنت اون موقع نفوره. ایرانی زیاد نبود که من مترجم بودم. آخه بعضی از دوستان هیترن، کلن عادتشون کلا میام شروع میکنم تخریب کردن. هیچ نکن. حالا یه وقت اونا نیان چیزی. خب ما اینجا این بوده، الان اینجوری شده. دقیقاً. آره ما در مورد این تیکش هم خیلی مهمه که واقعا در مورد شرکت ایرانی ها، ما تو شرکت های ایرانی نه تعطیلات ایران داریم، نه تعطیلات ترکیه داریم. چوب دو سر طلا. دقیقاً. این داستان رو داریم، جدا از اون حقوقی که دارن پرداخت میکنن خیلی خیلی پایینه، یعنی واقعا نمیصرفه، در حدیه که آدم ترجیح میده کار نکنه یا بشینه تو خونه مثلا، یه همچین چیزیه. و توقع دارن چند تا کار با هم انجام بدی. اینا خیلی فوله. درباره حقوق و مزایا من به خود حالا شرکت های ایرانی هم بگم. ببینید شما یه حقوقی که میگیرید 17,000 تا، خب 17,000 تا من خب اینجا بیمه داره برام رد میشه، 8,000 لیر شما باید هر ماه سابکار شما پول بیمه براتون بده، یعنی 17,000 تا به علاوه 8,000 تا. این تا اینجا
میشه یه 25,000 تا. 3,000 رو گفتیم، 3,000 خورده پول، بگو 3,000 لیر پول قضا بده، یعنی میشه چقدر؟ 28,000 تا. و 2,000 لیرم پول راه به شما بده، یعنی 30,000 تا باید خالص به شما بده. ولی شرکت های ایرانی با منت تمام 30,000 تا هم که نمیدونن چه، من 20,000 تا به شما این من اینقدر بیشوری تو اینقدر پر روی، خب برو 4 تا ترک بگیر از اینجا تا اینجای فرق سرتو برات زیپدار بزنن. نره این قضیه و هسته. اینو شما در جریان باشید که اگر جایی کار میکنید این حقوقو باید بدن، اگر کمتر میدن منت بذارید سرش. حالا ممکنه به شما اون حقوقا ندن ولی امسال نمیدن، سال دیگه میدن. با این همه حال اگر شما برین گارسون یه رستوران وایسید توی سلطان احمد یا توی تکسیم همین حقوقو به شما میدن، اصلا نگران نباشید. دقیقاً اصلا بیشترم در میارم. اینم بهتون بگم که اگه دوستانی که حالا میدونم شرط زندگی سخته، مجبورن، یعنی واقعا بهشون حق دارم میدم، خودم میفهممشون، ولی خب اگه دوستان با این قیمت های مفت نران کار بکنن، یعنی یه سری دوستان مفت کار نباشن که با این شرکت ها کار بکنن، به این آدم های پست فطرت چیز دیگه واقعا نمیشه گفت، نمیتونم واقعا چیز خوبی بگم. آدم هایی که واقعا از خون شما تغذیه میکنن واسه زنده موندن خودشون، این آدم نیستن، واقعا نمیشه چیز خوبی در موردشون گفت. با اینا وقتی دارید کار میکنید با قیمت پایین، اینا رو بیشتر تن پرور میکنید، بیشتر دارید بهشون سود میرسونید و اینا هی دارن رشد میکنن، هی دارن مجموعهشو بزرگتر میکنن، ادعاشون هم برام دقیقا. مثلا قبل این ویدیو اتفاقا صحبت یه شرکتی بود که خدمات اجاره خودرو میده، مثلا در مورد همچین چیزی بود. این آدم واقعا انقدر بی لول، انقدر بی شخصیت که هیچی واقعا متوجه نمیشه، از همه پول میخوره، پول همه رو میخوره، مثلا میخواد یه شرکت بزرگ بشه به کل ایران یا جامعه ایرانی خدمات بده، نگاهشون کنه صحبت کنه میگه چقدر آدم با شخصیت، چقدر آدم نتینیه، ولی سر کار و حساب کتاب میشه میگه پس فطرت ترین آدمیه رو زمین، به هیچ جا نمیرسه دقیقا. حالا امیدوارم یه سری قضایا حل بشه، نشود تاش یه ویدیوی صحبت میکنیم در مورد یه سری شرکت ها، در مورد این شرکت هایی که دارن اینجا شیطنت انجام میدن. هدفمون این بود که اینا رو معرفی بکنیم، ولی هنوز به اون لول نرسیده کانال که بتونیم از نظر حقوقی پشتوانه حقوقی داشته باشیم، یه وکیلی داشته باشه پیجمون که بتونیم راحت یه سری چیزا رو مطرح بکنیم، مشاوره بگیریم و درست پیش بریم که هیچ داستانی واسمون پیش نیاد. حالا ان شاء الله اونم استارت میزنیم با این صحبت. آره میشه صحبت کرد با همچین آدم های سعی کنید کار نکنید. وقتی با اینا کار میکنید، ببخشید تایم ویدیو داره زیاد میشه، دارم تایم رو میبینم، ولی خب اینا خیلی مهمه. اگر این ویدیو یک ساعت بشه، دو ساعت بشه، یعنی شما ویدیوی تجربه دو سه سال چهار سال دارید میبینید، یعنی فکر نکنید زمان زیادیه، نه، این اطلاعاتی که واقعا باید قبل اومدن به ترکیه، اگه تو ترکیه هستید باید بدونید، ندونید سرتون کلا رفته. شرکتی که میگه من تو کار خودم بگم، حالا من کارهای مختلف انجام میدم، دوستان میدونن، حالا تو پیجم هم مشخصه، کار حساب بانکی انجام میدم، کار ثبت شرکت انجام میدم، دانشجویی انجام میدم، خرید فروش ملک انجام میدم، تبلیغات انجام میدم، تدوین انجام میدم، همه اینا رو انجام میدم، واقعا مهارتش دارم و اطلاعاتش کامل دارم که صحبت میکنم، جرأت صحبت کردن شدم تو خونه نشستم که در مورد یه سری حرفا بیام نظر بدم. میام مثلا در مورد کار خودم بگم، یه شرکتی میری میگه آقا من تدوینگر میخوام، به عنوان تدوینگر استخدام میشی، بعد میگه بیا این فیلم برداری رو انجام بده، بیا برو واسه من این پوسترم درست بکن، بیا برو فلانجا جلوی دوربینم صحبت، داشتم همچین موردی ها، جلوی دوربینم صحبت بکن، بعد بیا این کارم بکن، رانندگی هم داداش مگه حمالی گرفتی؟ اصلا جدا از این حقوق شده، اب نداره حقوق این 6 نفر رو بده در خدمتم، کلا با انسان کار میکنم. یه بحثی هم هست شما اینجا، یه وقتی هست آدما، حالا ممکنه شما بگین آقا خب مگه چیه شما تو ترکیه داریم زندگی میکنی فلان، ببین یه وقتی از یه نفر هیچ ادعایی نداره میگه آقا کمکم کنید، خب کمک میکنید. مثلا شایان اومد آقا به من
مثلا ایده داد، چیز داد، آقا استارت بزن، بعد گفت بیا ویدیو. بعد من گفتم آقا هر کمکی باشه من از جون دل میکنم، چون میبینم خودش به همه کمک میکنه. مثلا من اینجا شده بارها مثلا بچه‌ها گفتن آقا بده ما مثلا کمکت میکنیم، مثلا هر بیزینسی بوده بیا ما مثلا پشتشو میگیریم، کمک میکنیم، نگران نباش. یه موقعی هست طرف کمک میخواد، کمک میکنه، دست چند نفر رو میگیره، همه آره از شما میخواد، از شما خواهش میکنه انجام بده. ولی یه موقعی هست این که داره میگه حالت دستوریه و این صحبتیه اینه که تو اومدی اینجا داری پول میگیری این کارم باید بکنی، یعنی چی وظیفه؟ رفتار نامناسبیه. اگر خواهش بکنن مشکلی نداره، اگر تقاضا بکنن مشکلی نداره، و اگر سر ماه بیاد بگه آقا مثلا من این 20,000 لیر رو دارم میدم، من 30,000 لیر رو میدم، این 3,000-4,000 لیرم به شما حالا به عنوان من نمیدونم یه شامی چیزی، یا مثلا بعضی از شرکت ها میرن یه رستورانی طرف رو میبرن بهش تفریحش به چیزش میرسن، اینطوری رفتار بکنه آدم جونش هم میده. ولی اینا نه تنها این کار رو نمیکنن، بلکه آخر ماه میان شما این ماه 5 روزش که یه روزش مرخصی بودی، 5-6 روزم صبح ساعت 11 اومدی 12، چه وضعشه مرد حسابی؟ من مثلا تا ساعت 2 نصف شب اینجا بودم، 1 نصف شب کار میکردم، 10 تا کار شما رو راه انداختم، بعد مواظب وسیله های شما بودم. اصلا بعضی از این شرکت ها نمیفهمن، من یه شرکتی میرفتم و اینا تو همین کار بودم، بعد دیدم مثلا بعد با این فیلم بردارا حرف میزنن، بعد اینا همه وسیله ها رو تمیز نگرداشتن، فلان نگرداشتن، وسیله که خراب بوده تعمیر کرده بودن. بعد به طرف گفتم آقا اینا دارن این کار میکنن، وظیفه‌شونه دیگه، اومدن اینجا مثلا مدیر تجهیزاتشون کردن. گفتم آقا مدیر تجهیزاتش کرد که مدیر ترکیه نگرد که، مدیر خزانه داری که نگرد، همون حقوقا داری بهش میدی، یه مدیر گذاشتی تنگش. مثلا مدیر به کسی میگن که 100 تا کارمندم زیر دستش باشه، این بابا رو گذاشته اونجا، بعدم بهش میگه مدیر این بچه بابا. اصلا یه وضع اینطوری پیش میاد. بیشتر مدیرات ترکیه اینجوریه، اینم داخل پرانتز بگیم. آره میگم حالا یه نمونه هم اینجوری بگم بهتون. من یه شرکتی بود باشتاشم کار میکردم، حالا اون بنده خدا خیلی دوست داشتم، واقعا از چشم افتاد، ولی اینو بگم. ببینید شرکت میخواد پیشرفت بکنه، کلا اصولیش اینه که یه دونه پیج داشته باشه، اون یه دونه پیج برای جلو. من الان میتونم 10 تا کانال یوتیوب درست کنم، بیام تو زمینه‌های مختلف صحبت بکنم، هر کدوم یه زمینه، ولی آیا میتونم تمرکزش بشم کلشو برم جلو؟ 100% نه. طرف 7 تا پیج زده واسه خودش، کار املاک انجام میده و 7 زبان و ویدیوهاش هم مشابه همین، فقط حالا زیرنویس میخوره فلان، همین فقط زیرنویس میخوره زمان میبره، هر زیرنویسی یه روز زمان میبره، چون باید بیای دقیقاً همونجا بذاری بنویسی، اگه صدا داشته باشی دیگه بدتر، باید صدا داشته باشی. به زبان فارسی، به زبان فارسی که کامل بود، همه چی بود، مجری داشت فلان این حرفا، زبان روسی، زبان عربی، زبان نه دیالوگش فارسی بود، دیالوگش فارسی بود، یه دونه هم چیز داشت انگلیسی داشت مثلا، حالا 2 تا زبان دیالوگ داشت، بعد بقیه‌اش نداشت. بعد حالا پیجاشو که 7 تا پیج شرکته، طرف کارمندش هم مثلا من باشم، وظیفه‌م اینه که یه دونه پیج شرکت برام جلو دیگه. حالا 7 پیج گذاشته می‌کنم، بنظیر نمی‌سه چیز نیست، انجام میدیم. در کنارش یوتیوب زنشو، پیج اینستاگرام زنشو، پیج اینستاگرام خودشو اومده چپونده این وسط، اینا رو انجام بده، اینم باید اوکی کنی. واسه خانمم یوتیوبش دارم استارت می‌زنم، اونم ویدیوشو بزنم فلان. اما بعد من این لحظه وایسادم گفتم داداش من کار شرکتو اوکی دادم، کار شرکتو می‌زنم، 7 تا پیج اوکیه، ولی پیج خودتو، خانومتو، یوتیوبشو عمرم بزنم. اگه میخواید بزن ویدیوی 700 لیر میگیرم انجام میدم. حرف بی ربطی گفتم؟ نه حرف بی ربطی نگفتی، جدا از کاره. اصلا ببین اون شخص اینم بگم بعدش یادم بره. ببین شاید درآمدش از اون پیجای شرکت چیز نباشه، از پیج شخصی خودش باشه، ولی به من ادیتور ربطی نداره. من دارم زمان میذارم، انرژی دارم مصرف میکنم، این زمانی که داری اونجا از من میکشی و چی میگن انرژی ما از بین میبری و خلاقیت ما از بین میبری، باعث میشه به کار خودم لطمه بخوره، هیچ کاری نترم بکنم. خب اینو متوجه نمیشه این شخص و باعث میشه که من کلا خسته بشم و بابت این ویدیو هم نمیخواد پول بدم. خب من بیرون داشتم کار انجام میدم، بابت هر ویدیوی موقع مثلا 700 لیر داشتم میگرفتم،
خب زورش اومد گفتش که من تو رو استخدام کردم دوباره کارم انجام بدی، من نباید به تو توضیح بدم که منبع درآمدم از کجاست، از کدوم پیجمه، به تو ربطی نداره، من از اینا هم پول در میارم، پول در میارم یک پیجای شرکت من، تمرکز رو بذار رو اونا. آره دقیقا، ولی توی بیزینس این شخص باید میومد این کار رو میکرد که میگفت که آی شایان، میگفت بله، میگفت شما مسئول سمی بسری من، تولیدات منی، میگفت بله. ببینید وقتی که شما یه نفر استخدام میکنید، خب حالا ببخشین چیزا میگیرم، برده نمیگیرید. هر کسی وقتی که استخدام میشه یه سری وظیفه داره، در خلال اون وظیفه کارش انجام میده، KPIش روشن میشه و بعد حقوقش حساب میشه. یعنی اینکه آقا من الان اومدم اینجا، من مثلا چی هم آقا باید تهیه کننده ای کنم، این کارا رو انجام بدم، وظیفه من اینه، اینا اینه، در خلال این وظیفه حالا پیج اوکی یا پیج فلان و زبان فلان و فلان و اینا رو انجام بدم، اینا میشه اضافه کاری. یعنی مدیر منابع انسانی میاد این کارو میکنه. شما باید اینطوری با کارمندت حرف بزنی، اینکه بنده یک ماده قرارداد اینا رو همه رو بریز دور، اینکه میگن قرارداد افشای عدم اینا همه رو بریزید لطفاً دور، لطفاً دور. اصلا قرارداد شما 3 خط باشه، وظیفه شما در طول ماه، در طول روز، در طول سال چیست، در هر روز 3 ویدیو باید بدی، در هفته باید 5 ویدیو درست کنی برای این پیج و این پیج و این پیج، اینا شفاف باید شما بگی. در قبال این آقای شایان چقدر میگیری؟ 20,000 لیر. خب حالا میخوای پیج خانمت رو ببری، میخوای پلان کنی، دوباره میاری توی جلسه، شایان جان اینا هست، اینا رو میخواییم بهش اضافه بکنیم، با این مقدار اضافه قرار داد، آیا شما موافقید یا نه؟ به این میگن اصولی بیزینسی. کار دیگهش اینطوریه که رفاقتی ببرینش بیرون، یه جایی بهش حال بدین، بعد بهش بگین که آقا ما این کارا رو میخواییم انجام بدیم و در کنار اینا یه مبلغ، یه درصدی برای شما اضافه حتما انجام بدیم و بهش اطمینان بدیم. ولی اینطوری که حرف میزنی خاک عالم بسره. حالا ایشون دارن اینو میگن، یاد نگیرن کارفرمای عزیز بیان از این ترفند سو استفاده کنن، مرام رفاقتی تر رفاقت بیزید این کار بکنن. نه واقعا جدا از هر چیزی، حالا این خشم چند دقیقه قبل منو بذارید دور، چون واقعا خیلی عزیز شما سر این قضیه، واقعا صمیمانه صادقانه به جلو. ببین آدما دوست دارن به کسایی که بهشون خیر میرسونن خیر برسونن، حتی واسهشون جون بدن. خب در این حدن ببین واقعا اون کسی باشی که به خاطرتون جون بدن، دوستتون داشته باشن. من خیلی شرکت ها کار کردم تو اینجا، شرکت هایی بودن که واقعا فوق العاده بودن. یه نمونهش ترکیه پورتال که ازش اسمم میبرم، حتی یه ویدیو هم اسپانسرینگ واسش گذاشتم، خیلی شرکت خوبی بود، ولی متاسفانه یه سری رمنداش جوری بود که نتونستیم با هم کار بکنیم و الان مثلا پیج یوتیوبش خوابیده. خیلی ناراحتم سر این قضیه و واقعا یه مرجع خوبی تو ترکیه بود. حالا انشالله موفق باشن. هر جایی اونا خیلی خوب کار کردن، حتی من مثلا دیدم خیلی خوب کار کردن. ببین ما توی بیزینس یه بخشی داریم به نام سیاست‌های کاری، سیاست‌های برند، سیاست‌های مارکتینگ، تمام اینا روش اصول شده. وقتی که شما یه بیزینسی رانینگ کنی باید حتما زیر ساخت و زیر بنای فکری، روحی، یعنی همه چیتونو بخرید. حالا سابکار ممکنه بگه آه خب من میخوام فلان بکنم یا من مثلا این پروژه اومده تو ذهنم. نه، شما باید استراتژی بشینید، بیزینس پلن بشینید، هر چیزی یه ساختاری داره، یه استراتژی داره. ما الان تو ایران من هیچ کدوم از این بیزینسمنا رو نمیبینم که داشته باشن اینا. باید ساختار و چارچوب درستی داشته باشید. تمام حرفایی که شایان الان اینجا میزنه همش عدم مشاوره‌های حرفه‌ای شماست، همش عدم نخوندن کتاب‌های بیزینس، نه این کتابایی پنیرت خورد و اینا رو بخونید. اینا فرما رو میگن به چیزا خوبه، اینا فقط برای کارمندا خوبه. این که مثلا شما یه بیزینسمن بشین نری مثلا فلانی سیبشو گذاشت اونجا، فلانی سیبو گاز زد فلان شد، نه اینا بیزینس نیست. واقعا بیزینس به نیاز داره به صحبتایی که اصولی باشه، استراتژی محور باشه و شما بتونی استراتژی بریزی. یه مدیر خیلی کارا داره، فقط پول شماردن و پول به کارمند دادن نیست. یه مدیر طوریه که وقتی که کارمندش از در شرکت میاد تو، بدون این کارمند دیشب چه حالی داشته، امروز باید بهش مرخصی بده یا نده،
یه مدیر باید اینطوری باشه، یه مدیر باید طوری باشه که تو اوج خستگی کارمنداش همشون یه دفعه خوشحال بشن از در شرکت برن بیرون، نه اینکه کارمند بلرزه سلام علیک بکنه اصلا بترسه امروز مثلا چی شده. حالا امیدوارم این ویدیو رو مدیرا و صاحب شرکت هایی که تو اینجا هستن ببینن و دوستانی که میخوان بیان اینجا کار بکنن یا دوستانی که اینجا دارن کار میکنن یه ذره قدرشون بدونن، هواشون داشته باشن. ولی کلا سبک کار توی ترکیه به این صورته، فکر نکنید شرکت ایرانی خیلی خوبن، سعی کنید با شرکت ایرانی کار نکنید. گفتم 99%شون تو در و دیوارن، درست نیستن. 1%شون درسته که تعدادشون اون میگم زیر 50 تا میرسه. خیلی شرکت اینجا هست، یعنی حساب کنید اینجا هزاران شرکت هست، فکر کنید زیر 50 تاش درست درمونه، چه افتضاحیه. خودتون حساب کنید. هر مشکلی بود، چیزی بود، برای ما کامنت بذارید، دایرکت بدید. حالا ما درسته گفتیم وقت مشاوره میدیم، استراری بودم بگید، سعی میکنیم کمکتون بکنیم تا جایی که باشه. از جایی هم که کمک نتونیم بکنیم بهتون معرفی میکنم. دوست داشتین با ما کار بکنید، دوست داشتین با هر کی کار بکنید. داخل پرانتز بگم این نکات داخل پرانتز جدی بگیرید. لطفا اگه پیام میدید دایرکت میدید هستی که حتی فالو هم بکنید به خدا. آره من تو همه ویدیو دیگه دارم میگم سلام در اومد به خدا، الان همین الان گوشیم داره هی پیام میاد دارم میبینم از این اینستاگرامه، میان دایرکت میدن آقا سوالم میده، آقا این کارو میخوام، سلام خوبی هم شروع نکنید، به خدا ما خوبیم. آره. که داریم ویدیو میذاریم. آره ما اگه بد باشیم نمیتونیم، هم به ما اگه بد باشیم شما کاری بر ما نمیتونیم بکنید. دقیقاً قشنگ بنویسید موضوع، سلام موضوع فلان، شرح موضوع، شماره تماس، همینو بس. من حالم بد بود، 10000 دلار بزنید حالم خوب میشد. آره یعنی ما که چیز میشیم، ما آره، خوشحال میشیم. ایوانو مینویسم پایین. آره ولی کلن به این شکل فالو بکنید، حتما به خدا فالو بکنید، هیچی از شما کم نمیشه. من خواهر که فالو میکنم، من میرم فالو میکنم، بعضی به من میگم آقا چقدر تعداد فالو دارم، چقدر فالو کنم، برعکسی بیشتر اون باید فالو میکنم. آره دیگه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. پیج آقا میاد و پایین میذارم، پیج اینستاگرامش هنوز یوتیوبشون استارت نزد، انشالله استارت نزد، اونم پایین واسه تون میذارم زیر همین ویدیو، پس اون دیسکریپشن چک بکنید. لینک سایت هایی که برای کاریابی پایین میذارم، واسه سی وی میذارم، همه این توضیحات اون پایین هستش. اگه یه درصد یادم هم رفت به این پیام بدید، یادآوری کنید، اونم اضافه میکنم بهشون. در کل امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه، تونسته باشیم یه سری از تجربتون چند ساله این ترکیه همون بهتون انتقال داده باشیم که ضرر نکنید. امیدوارم این کارفرمای عزیزم ببینن، عزیزتر بشن و هوای کارمندار داشته باشن و مشکلی واسه شون ایجاد نکنن. مرسی، ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ. خداحافظ. مرسی. خسته نباشی. الله آقا هفت